وای فکر عروسی تو محله چه جوری میشه؟ تو رو خدا فراموش کنیم. خیلی خوش میگذره. حرف منو گوش کن. خب ببینم ماشین از وسط عروسی رد میشه چه جوری میشه؟ نه بابا ملک جون اینطور نیست، تو بله رو بده بقیهشو بسپر به شوهره، دارم محله رو گروگ میکنم جونتا، گروگ میکنم. فکری من که وقت ندارم با تدارکات عروسی کلنجار برم، تو رو خدا بی خیال شی. نمیخواد که تو کاری بکنی، همه چیو ما انجام میدیم، لباس عروس میگیریم، آرایش و موهات و حتی لباسای خودمونو، خودت هم خوشت میاد، بهت قول میدم. بیا میدونین چیکار کنین؟ برین خرید لباس، هی بپوشین هی در بیارین، هی بپوشین هی در بیارین، دوباره بپوشین و در بیارین. الان لحظه آخر مهمونا رو چه جوری دعوت کنین؟ کیو دعوت کنین فکری؟ چه جوری میشه؟ تو میخوای کیو دعوت کنین و به هم بگو. هر کی میخوای دعوت کنی خودم میرم در خونه‌شو دعوتش میکنم. منظورت خانواده و آشناهای ماست؟ آره. نه نمیخوام، ولش کن، من نمیتونم براشون توضیح بدم، چی بگم بهشون؟ تموم شد و رفت، برات یه عروسی عالی از نوع اصیل و سنتی و درجه یکش میگیرم با تبل و دهل و ساز و شکلات و بره کوکی میزنیم و میرسقیم و خوش میگذرانیم. نمیذارم تا صبح کسی تو اون محله بگیره و بخوابه. یعنی میگین تا این حد خوش میگذرانیم؟ از اونم بیشتر. گیلاس با هم میریم خرید، من نمیدونم اونجا چی میپوشن، چی کار میکنن، آبروم نره. باشه نگران نباش، همون چیزی که دنبالشیم من حلش میکنم، تو بسپر به من. خیلی خوب باشه، عروسی محلیم. بزن تمام شب و اینجا خوابیدی؟ جای پیدا نکردم برم. خانواده ای کسی نداری؟ نه تقریبا ندارم، اگه هم داشتم هم نمیرفتم، تو کوچه میموندم. پاشو بیا بیا بیرون، سردت میشه، بیا تو. بیا برو تو اتاق، من آب جوش بذارم، بعد پانسمان تو عوض میکنم. دستتو بده. تا الان کجا میموندی؟ این ور اون ور. این ور اون ور موندن برای سخت نیست؟ مشکل درست نمیشه؟ نه. مدرسه نمیری؟ فهمیدم. چند سالته؟ یه سنی هستم که میتونم مراقب خودم باشم. خیلی خوب. باشه. ببین پسر، میرم یه چیزی بگیرم که کنار چای بخوری، همینجا منتظر باش تا ببینیم چی کار میشه کرد. خیلی خوب. شما کاملا اشتباه متوجه شدین، پول شما رو می آوردم. چیو اشتباه متوجه شدین؟ کی میخواستی پولو بیاری؟ بزک نمیر بهار میاد. از مغازه میگرفتم می آوردم، به خدا مغازه هنوز پول نداده. بعدشم مگه من چقدر پول دارم؟ چجوری میتونستم از جیب خودم بدم؟ آره
با این وضعیت ما به جایی نمیرسیم. پاشو بریم فیلیس. اینطوری نیست آقا محمود، قانون تکلیفمون رو روشن میکنه. چی شد آقای وکیل؟ داشتیم سلام فیلیس خانم، قرار بود بعد از ظهر همدیگه رو ببینیم ولی یه کار فوری پیش اومده. ببینم الان میتونین بیان؟ کار زیادی نداریم، فقط نیم ساعت وقتتون رو میگیرم. برگه ها رو آماده کردم. الو الو. باشه میام. خیلی خوب، باشه پس منتظرتونم. سرفه کنم اون؟ دوباره؟ چه خبره؟ مغازه بغلی تعمیراته، صدا از اون ور آقای دکتر. آه عجیبه. نفس عمیق بکش. یه لحظه، الان برمیگردم. نورگل خانم؟ نورگل، نورگل. چیه دکتر؟ ترسیدم. چه خبر اون طرف؟ تعمیرات اون طرف، انگار کارگاه درست میکنه. چه تعمیراتی، چه کارگاهی، ساعت کاریه، دارم کار میکنم، خبرم. مریض ویزیت میکنم، متوجهی؟ برو حرف بزن، هر کاری دارم بعدن انجام بدم. آه پس کی انجام بدم؟ چه میدونم کی انجام بدم، به من مربوط نیست. تو برو حرف بزن. بخوای خودم برم؟ نه نه، من میرم. شما زبون اهالی محله رو نمیفهمی، خدای نکرده دعوا را میفته. من میرم. خیلی خوب. خیلی خوب، اینجا امضای بقیه اعضا لازمه. اون قسمت پایین رو باید امضا کنن. بعد که هم امضا کردن جمعش کنه بیارش و در مورد هیئت مدیره تصمیم بگیریم. فیلیس، ببینم تو حالت خوبه؟ میخوای اصلا بعدن ادامه بدیم؟ چون خودت گفتی فورا تموم کنی، من عجله کردم. برای چی به خاطر اونا تقلا میکنم؟ متوجه نشدم، مگه نگفتی خانوما قبول کردن؟ نه، موضوع خانوما نیستن. مگه تمام تلاش من به خاطر آینده اینا نیست؟ مگه به خاطر اینکه تو مدرسه‌ای که دوست دارن درس بخونن تلاش نمی‌کنم؟ وایساده جلوم بهم میگه بدبخت بیچاره تحقیرم میکنه. نمیدونم کیم چه غلطی کرده. آخه یعنی چی که از لوریشه خودتو انکار کنی؟ اونا رو من بزرگشون کردم. قبول، یکم و کسریه ای داشتیم ولی خوشبخت بودیم. اونا اینقدر حریص نبودن، منو اینجوری تحقیر نمی‌کردن. فکر کنم فهمیدم، درباره خواهر برادرات حرف میزنی. بچه 12 ساله وایساده جلوم بهم میگه بدبخت بدبخت. برای چی اینقدر به خاطرشون زحمت میکشم؟ یعنی با بچه مثل بچه رفتار کنی؟ فیلیس خانم، هیچ بچه ای تو اون سن از شرایطش راضی نیست. نمیفهمم چرا اینا رو جدی میگیری، ازت انتظار ندارم. واقعا؟ خب معلومه که اینطوره. انقدر با اطمینان حرف زدی که گفتم این دختره سنگم و مشتش خورد میکنه، ولی از اون آدمایی هستی که با اولین بحران عاطفی از هم میپاشن. یعنی چی؟ من تو سن بچگی 5 تا بچه بزرگ کردم. ولی میترسی که یه کارگاه تولیدی باز کنی؟ من میترسم؟ آره میترسی. شما واسه چی انقدر تو زندگی من دخالت میکنی؟ ها؟ چیه چشم داشته به من داری؟ چی داری میگی دختر؟ چشم داشتیه؟ چون یه شب اومدی به هم کمک کردی انقدر تو زندگیم دخالت میکنی. رو خو راست به هم بگو از جون من چی میخوای. رو راست به هم بگو. در مورد من داری اشتباه میکنی. نمیتونی چون حرفام خوشایندت نبود تهمت بزنی و شرایطو عوض کنی. من منصرف شدم، نه کار میخوام نه کارگاه. باشه، ولی امیدوارم پشیمون نشی. به تو مربوط نیست. اینو بخور به خودت بیا. ولی حقت بود، تا صبح تو مهمونی چی کار میکردی؟ درن چی میخوای بالا سرم وایسادی غر میزنی؟ امتحانت چی شد ها؟ برگرو خالی دادم. حداقل به عقلت رسید بری سر جلسه، اینم خوبه. حالا چی میشه؟ وقتی تو اولین امتحانت برگر خالی دادی چطوری قبول میشی؟ کشش نده، خودم حلش میکنم. باشه؟ چیو حلش میکنی؟ دیگه تموم شد رفت. با اون تعطیلات 2 ماهه آمریکا هم خدافزی کن خواهر. میدونی چیه اون صدای اعصاب خورد کند؟ یک سر تو سرم میپیچه. به خاطر غلطای دیشبته. من میرم سر کلاس،
تو هم عاقل باشی به استاد التماس میکنی، شاید امتحان جبرانی ازت بگیره. این کارو نمیکنم. راه میانبر رو ترجیح میدم. الو ملیس، زود بیا دانشگاه. بیا دیگه، پاشو زود باش. میگم تو اون برگه های خالی امتحانو داری؟ موقع اومدن یکی از اونا رو بیار. به تو چه که میخوام چی کار کنم، زودتر بیا. منتظرم. هی خدمه، با من بیا. کار دارم، نمیبینی؟ منم دارم. را بیاد، نمیخوام موقع حرف زدن با تو دیده بشم. ببخشید یه لحظه، روی میز قهوه ریخته، ایشونو میفرستیم پاک کنه، نمیتونیم بشینیم. بله رحمت، یه لحظه میری؟ خیلی خب باشه، الان پاک میکنم. خب بگو ببینم چی میخوای؟ چرا قبول نمی کنی نمیتونی با من در بیافتی؟ هر دومون بی خودی خسته میشی. ازت موقعی که اذیتم میکردی عکس دارم، یادت که نرفته؟ خب پس خوب گوشاتو باز کن. شب ساعت 11 تو دانشگاه قرار میذاریم، با هم میریم اتاق استاد و برگه امتحانی رو عوض میکنیم. فهمیدی؟ چرا باید این کارو بکنم؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. عکسایی ازت دارم که میتونه زندگی تو زیر و رو کنه. منم روشن و واضح ازت باجگیری میکنم. یا امشب با من قرار میذاری و این کارو بی سر و صدا حل میکنیم، یا تلخترین صبح زندگی تو تجربه میکنی. منو قاطی کار کثیفت نکن. حاضر نیستم به خاطر تو شب بیام دزدی کنم از دانشگاه. هر کاری میخوای بکن. واقعا تو این شرایط رقت انگیزم از خر شیطون پیاده نمیشی؟ کم مونده عاشق حماقتت بشم. شب ساعت 11 جلوی در پشتی منتظرم. اسمت جونم، چی کار میکنی پسر؟ مشق مینویسم. مشق مینویسی؟ آره بیا اینجا ببینم. رحمت خوش اومدی، یه لحظه بیا اینو باز کن، دستام چربه. بقیه کجام پس؟ خواهرت رفت بیشه وکیل، حکمتم خوابیده. بذار ببینم، تو چرا دستات اینطوری شده، پینه بسته؟ تو دانشگاه به جای کتاب سنگ جا به جا میکنی؟ نه، یه پروژه داشتیم، با بلوکای بتونی کار میکردیم، به خاطر همون اینجوری شد. وایسا ببینم، وایسا یه چیزی بهت بگم. ببینم، به خاطر بورسیه گرفتن تو دانشگاه ازت کار نمیکشن که، نظر کوچیکت کنن ها. نه بابا، اونجا دانشگاه، مگه میشه؟ یه لحظه بذار. فیلیس کجاست؟ خواهرم رفته پیش وکیل. اون چیه دختر؟ اینو نذر کرده بودیم، بالاخره قربونی کردیم، خدا رو شکر. ای جان، خدا قبول کنه عزیزم، ایشالله صحیح و سالم بغلشون کنی. خیلی ممنونم، انشالله.
چی شد وکیل؟ چی گفت کارای وکالت چی شد؟ خدا لعنتش کنه. آدم عاقل که به پستم نمیخوره. چی شد؟ بخور عزیزم بخور. دوست داشتی؟ دوست داشتم. نوش جونت باشه عزیزم. میگم فیلیس، یعنی الان از راه انداختن کارگاه منصرف شدی؟ بابا مغازه رو پیدا کردی، این پول جور شد، دیگه منصرف شدنت واسه چیه؟ نه، من به خاطر عصبانیتم این کارو کردم. مگه چاره دیگه ایم داری؟ ترسیدم به خدا عزیزم. خب پس این وسط آقا سلیم قربانی شده؟ داره وکیل به این خوبی رو از دست دادیم ها؟ یکی دیگه پیدا میکنیم. برای چی یکی دیگه پیدا کنیم وقتی وکیل به این کار بلدی هست؟ پولمون رو راحت ازشون پس گیره. فردا میری معذرت میخوای، تموم میشه میری. معذرت بخوام؟ خب راست میگه. آقا سلیم که آدم خیلی خوبیه. تو هم که در حقش بی‌انصافی کردی. وای تو رو خدا، تولای باریش هم آدم خوبی بود. چی شد؟ از آدمای خوب خسته شدم. عزیزم این قضیه با اون فرق میکنه. تو در حقش بی‌انصافی کردی. باید ازش معذرت بخوای. فیلیس میری از دلش در میاری باشه؟ تعاونی چیه؟ هر چه زودتر ردیفش کنه. باید کارگاه با هم دیگه را بندازیم. اون روی منم بالا نمیاری ها. تعمیرات مغازه شروع شده، اون وقت ما از چی حرف میزنیم؟ یا امشب با من قرار میذاری و این کارو بی سر و صدا حل میکنی، یا تلخترین صبح زندگی تو تجربه میکنی. خواهر من دارم میرم. کجا این وقت شب؟ خب یکی از کتابام تو دانشگاه جا مونده، لازمش دارم. خب چی میشه؟ فردا برو. نه الان برای انجام تکلیفم میخوامش، فوریه میدونی؟ باشه خدافظ. فیلیز حل دیگه، لجبازی نمی کنی. وای چیو؟ خب معلومه، میگم فردا برو ازش معذرت خواهی کن دیگه. باشه خواهرم. خیلی خوب باشه، از یه غریبه معذرت میخوام. فقط مونده بود از یه غریبه معذرت خواهی کنم. باشه میرم. یازده و پنج دقیقه است. دیر کردی. اومدم دیگه. زود باش هر کاری انجام بدیم این قضیه تموم شه بریم. درو باز کن. برو تو. برو. چراغ نداره، روشن کن. دختر ما برای دوزی اومدیم اینجا، نه ایمدیم مهمونی که. اون وقت چراغم میخوای؟ زود باش را بیافو با. خیلی خوب، اتاق استاد. خب اتاق کدوم استاد میریم؟ بیا من نشون میدم. اینجا سود بازش کن. دوباره
زود با شرکاری انجام بده تموشه بره. جواب سوالای امتحانای صبح توی برگه دیگه نوشتم. با برگه خالی خودم عوضش میکنم. آها، پیدا کردم. هامه رو مهر زدن. خب یعنی چی میشه؟ جواب سوالا رو برگه مهردار می نویسم. خدا رو شکر برگه رو خالی دارم. خالی نمی دادی تعجب می کردم. حالا چقدر طول می کشه؟ هر چقدر لازم باشه. تو برای چی الکی اینقدر استرس می دی؟ دانشگاه خالیه. حالا برو از بوفه برام یه قهوه درست و حسابی بیار. اگه قهوه میخوای خودت میری میاری. به عنوان یه خدم زیاد مغروری. تو هم برای خواهر درین بودن زیادی بدی. درن با همه انسانی رفتار میکنه. من با هر کس نسبت به لیاقتش رفتار میکنم. این اسمش بد بودن نیست، عادل بودنه. به نظر منم این کار تو رو به یه آدم خودخواه، مغرور و پست تبدیل میکنه. میفهمی که این به تو چه مربوطه؟ دیگه کارم تموم شد. بریم. چراغ خاموش کن. خودت خاموش کن. تموم شد؟ دیگه دست از سرم بر میداری؟ تهدید و باجگیری و عکس و اینا دیگه تو زندگیمون وجود نداره. حتما شوخی میکنی. برای چی همچین امتیازی رو از دست بدم؟ یعنی چی؟ خیلی ساده. ارائه شده توسط وبسایت بیا تو مو. من به یه رابطه طولانی فکر میکنم. از این به بعد خدمه منی. تا وقتی تو این دانشگاه باشم از دست من خلاص نمیشی. دختر تو یه روانی، میفهمی؟ چجوری از دستت خلاص شم آخه؟ اگه بخوای میتونی استعفا بدی. صبح بخیر، خسته نباشی. صبح بخیر دکتر. چی شد مگه با اینا حرف نزدی؟ هنوز دارن کار میکنن که. والا حداقل 4 بار گفتم ولی کی گوش میده؟ گیر دادن میگن کارگاه درست میکنه. اصلا چه نوع کارگاهیه؟ مگه کنار درمونگا کارگاه میزنن؟ عجب آدمای بی فکر و بی فرهنگ و بی شوری هستن. ببین میبینی؟ اینا دلشون کتک میخواد. سب کن. کجا میری دکتر؟ شورشو در آوردن دیگه، اینجا درمونگاه، نشونشون میدن. دکتر اینا آدم های خطرناکی هم، ولشو کن دکتر. آخه نمیخواین جواب بدی؟ عذرخواهی تو قبول میکنم ولی به یه شرط. باید مثل یه دختر خوب قول بدی. در چه موردی؟ این که دیگه با من طوری رفتار نکنی که انگار دنبال فرصت طلبی و سوء استفاده از تو هم. خیلی خوب میفهمم به مردا اعتماد نداری، ولی من همچین آدمی نیستم. معلومه که هنوز مطمئن نیستی. خیلی خوب، ولی واقعا نمیفهمم چرا اینقدر به هم کمک میکنین. چون تو کارهای خوبی انجام میدی فیلیس. تازه به همراه خودت زندگی تعداد زنم تغییر میدی.
منم دوست دارم تو این راه بهت کمک کنم، فقط همین، چیز دیگه ای نیست. باشه، معذرت میخوام، فکرشو نمی کردم، حق با شماست. بسیار خوب، حالا به عنوان کسایی که هم فکرن آشتی میکنیم و این قضیه رو دیگه تموم میکنیم. گلسوم خانم زنگ میزنه، همونی که صاحب مغازه است. بله گلسوم خانم. چی؟ به اون چه ربطی داره؟ ای بابا، اون مگه کیه؟ اینطوری که نمیشه، سب کنین من الان میشه وکیلم، بذارین بپرسم بهتون زنگ بزنم. خدافظ. این مغازه ما یه همسایه داره، گفته نباید اینجا تعمیرات بکنین، جلوی کار کردن کارگرا رو گرفته. میتونه این کارو بکنه؟ مگه میشه جانم؟ پاشو بریم حرف بزنیم، این مشکلم یه جورایی حل میکنیم. ایشالا آدم شر و شوری نباشه، همیشه اونجا نباشه، واسمون درد سر درست میکنه، حوصله نداری. نگران نباش فیلیس، آدم ها وقتی روبروشون یه وکیل ببینن عقب نشینی میکنن. خیلی خوب باشه. اوف. بیاین. چی شده؟ جلوی کار کردن کارگرا رو گرفته. یعنی چی؟ والا نمیذاره کار کنن، میگه سر و صدا میشه، نمیتونه مریضا رو معاینه کنه، تمام روز دیوونمون کرده. باشه نگران نباشین، ما حلش میکنیم. یعنی چی نمیتونه معاینه کنه؟ دکتر این درمونگاهه، بیاین یه کاری بکنیم، بیاین بریم. برادر من درکت میکنم، داری کارت انجام میدی، ولی تو هم منو درک کن، وقتی سر و صدا میکنی نمیتونم مریض معاینه کنم. بس دیگه، ولشون کن، صاحب کارشون اومد، حرفتو به اونا بزن. تو اینجا چی کار میکنی؟